دختر رو به انگشتاشون رو بستن و ضمن اینکه میرخصیدن صداهای هم خودشون در میوردن. در مورد این صداساز هم من قبلا صحبت کرده بودم، ما بهش میگفتیم لیولیو به خاطر این که یه صدای همین لیولیو ازش در بود، ولی در اصل این رو بهش میگفتن زنبورک. اینو ما خودمون میساختیم، راهی هم به وسیله همین اصابازی های دورگر میوردن و میفوختن زنبورک شکل مختلف. حالا که در مورد صداسازها صحبت کنیم، بعد میشه که به سه مورد دیگر که صدا ازش تولید میشد ما اشاره بکنیم، هرچند که این جزء سازها محسوب نمیشه، جزء صداسازها محسوب نمیشه، بلکه جزء مخابرات محسوب میشه. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه انگلیس ها یه خط تلفنی کشتن در بلوچستان. این اولین خط تلفنی بود که در ایران دائر شد برای مقاصد سیاسی و نظامی خودشون. بعد در سال 1268 هجری قمری در زمان سلطنت ناصرالدین شاه و به همت میرزا قره‌خان امیرکبیر که صدراعظم بود اون زمان، مدرسه دارالفنون احداث شد. دبیران مدرسه دارالفنون همه خارجی بودن، اونجور دبیرای ادبیات و عربی شد. یکی از این دبیرای خارجی یه خط تلفنی رو احداث کرد در تهران که بین دو تا از کاخهای سلطنتی دائر شد. بعد از مدتی، بعد از چندین سال، تب تلفن بچه ها رو گرفت، چرا که تعدادی از خانه ها هم، تعداد بسیار محدودی از خانه ها هم دارای تلفن شده بودن. یکی از اسباب بازی هایی که بچه ها در اون زمان ساختن به عنوان تلفن، استفاده از دو تا قلقلی خیاطی چوبی که نخی رو بین این دوتا کشته می شود، دوتا پسر بچه بیشتر فاصله از همدیگه می گرفتن، به طوری که این نخ کشیده می شود و این قلقلها در گوششون داشتن و نمناکش می کردن، اون رو می پیچوندن دور نخ، یه صدایی ازش در می آورد که این صدا منتقل می شود به طرف مقابل و می گفتن که ما می تونیم به وسیله این صدا رو منتقل بکنیم و تا حدودی خوب درستن بود، به خاطر اینکه این سیم، این نخ عامل انتقال صدا بود از قلقله‌ای به قلقله دیگه. بعد از اینکه این تلفن های قلقله‌ای درست شد و متداول شد بین بچه ها، تلفن دیگری درست شد، تلفن دیوانی بود. دو تا لیوان که در گوششون داشتن، یکی در گوشش می‌ذاشت و یکی هم با فاصله دم دهنش می‌ذاشت صحبت می‌کرد و صدا از طریق نخ یا وسیله امواج که در فضا بود منتقل می‌شد به طرف مقابل. در اینجا باید می‌شه که من یه صداساز دیگر رو براتون توضیح بدم و اونم تقریبا همین هستش. اگه یه در این دیوانه رو در نظر بگیرید، اگه به گوشتون نزدیک بکنید، توش یه صدای خشخشی میاد. ما بهش میگفتیم که کاسه، از کاسه بیشتر استفاده میکردیم، کاسه های کوچیک آبخوری استفاده میکردیم یا از همین لیوانا در گوشمون میذاشتیم و اون صدای خشخش که میاد میگفتیم که ما صدای زیستمندان یا موجودات کرات دیگر رو ما داریم میشنویم. پس به این ترتیب این یک
صدا جمع کنی بود که معتقد بودیم صدای کرات دیگر هستش. این حدود سال 1312-13-14 در همین حدود این در بین بچه های مدرسه‌ای پسر متداول شده و ازش استفاده میکردن. این کاربرد این بیشتر توی مدرسه بود، از لیوانهای آکوریشون استفاده میکنن، زنگای تفریح هم به گوشیشون میگرفتن و از این صدا ساز استفاده میکردن. در تهران قدیم آب به وسیله تعدادی از قنواتی که در تهران حفر شده بود تأمین میشد، آب آشامیدنی. این از زمان قاجاریه، یعنی زمانی که آقا محمد خان قاجار تهران رو به پایتختی انتخاب کرد، این همچنان شروع شد تا زمان سلطنت محمد رضا، محمد رضای پهلوی. در زمان محمد رضای پهلوی شاید تا سال 1332 این مایه ها آب تهران به وسیله بشکه های هم میشد که بهش میگفتن بشکه آبشایی یا گاری آبشایی. این نمونه هایی که من ساختم، نمونه هایی که مراجعه میکنید به نام گاری آبشایی معروفه، همیشه دو شمایل بود، حدود 300 لیتر توش آب میگیره و به وسیله سطل هایی که پشت این گاری نصب شده این آبا رو میبردن در محلات مختلف و بین مردم توزیع میکردن، در واقع میفروختن این آبا رو. این آبا از چند تا قنات تهران تامین میشد، مثل قنات فرمان فرما و قنات شاه، به نام آب شاه معروف بود. چون اون قنات اسمش قنات شاه بود، بشکه ها رو بهش میگفتن بشکه های آب شاهی. بشکه های آب شاهی یا گاری های آب شاهی مسئولیت تامین آب آشامیدنی طبقه مرفه و متوسط مرفه رو در تهران به عهده داشتن، بقیه از آب انبارها استفاده میکردن. بعدن این بشکه های آب گاری های آب شاهی به صورت یک اسباب بازی در اومد در سالهای آخر قبل از اینکه لوله کشی بشه و یه شخصی به نام آقای روشن روبروی دبیرستان دارالفنون خیابون ناصر خسرو سازنده کارخونه‌ای داشت که سازنده این اسباب بازی به نام گاری‌های آبشاهی بود. ملاحظه می‌کنید که دو نمونه‌شو من اینجا آوردم. این به صورت یک اسباب بازی در اومد. این سطلا حدود 15 تا 20 لیتر آب جا میگیره و هر خانواری که آب مصرف میکرد یک تا دو تا سطل آب در روز میخرید، آب آشامیدنی. بقیه آبها توی آب انبار و توی حوض‌ها انباشته میشون و به عنوان آبهای شستشو ازش استفاده. من اسباب بازی ها رو به چند دسته تقسیم کردم که این گاری آب شاهی جزء اسباب بازی های ماشینی به حساب میاد، در واقع جزء ماشین ها یا جزء وسایلی هستش که تحرک داره. این رو که عرض کردم خدمتتون. ما در کودکی از هر وسیله دورریزی استفاده میکردیم و اون رو بیشتر به صورت ماشین در میآوردیم یا چیزهای دیگه. یکی از وسایلی که بهش استفاده میکردیم قلقله های چوبی بود که ما بعد از اینکه خیاطی انجام میشد مادرها میدادن به پسر بچه هاشون و پسر بچه ها باشون
با این قلقل‌های چوبی اسباب بازی درست می‌کردن. این یه نمونه از اون اسباب بازی هستش که درست کردم. به اینا می‌گفتیم ماشین قلقلی. این ماشین قلقلی به شکل‌های مختلفی ساخته می‌شد. جالبه که ما همه اینا رو با ابزارهای بسیار ساده‌ای مثل یه چاقو ارزه کندی که داشتیم توی خونه یا رنشیکن و سایر چیزهایی دیگه استفاده میکردیم. این تشکیل شده از چند تکه تخته، دو تکه قره و یک حلبی که این حلبی رو از سوزن چراغ‌های پریموس بعد از این که فرسوده میشد و سوزنش از بین میرفت ما از حلبیش استفاده میکردیم و ماشین باش میساختیم. نمونه های این ماشین رو من آوردم. این باز یک نمونه ماشین قلقله‌ای هست که با 4 تا قوطی کبریت یه اتاق براش درست میکردیم، روی اون سوار میکردیم، میبستیم و میشد این یک ماشین اتاقدار. این یه نمونه ماشین ساده یه قلقله‌ای بود که روی این بار می‌گذاشتیم. این هم نمونه دیگری از ماشین قلقله‌ای. این هم یه نمونه ماشین قلقله‌ای باری. دستساز که وسیله خود بچه ها ساخته میشه. و این هم نمونه دیگر که من چندین نمونه ساختم که توضیح بدم. بعد از اون ماشین ها من دو نمونه دیگه ماشین ساختم که اینا رو از چرخ‌های دیگه از قلقله استفاده نشده، از چرخ‌های چوبی استفاده شده. چرخ‌های چوبی شد از سر تیرهای چوبی که به وفور توی هر خانواده‌ای تو هر خونه‌ای وجود داشت ما با همون ارزه‌ها می‌بردیم، سوراخش می‌کردیم و چرخ می‌شد، اون رو به تخته میکوبیدیم و میشد ماشین. این یه ماشین باری هست بخونید. و این هم یه نمونهش که چوب بار کرده. این یک کشتیه از چوب پوسیده یه تنه درخت ما درست میکردیم، با چاقو این رو میسابیدیم، با چاقو این رو میسابیدیم و شکل بهش میدادیم، میشد قایق یا کشتی. این رو روی آب میداختیم و فوت میکردیم، از این بر خود به اون بر خود میرفت و چون تعدادی بچه با هم دیگه بازی میکردیم، قایقا مسابقه میدادیم، هر کسی قایق خودش فوت میکرد تا با اون بر بره، اون قایقی که زودتر حرکت میکرد اون برنده این مسابقه بود. این قایق رو دستساز خودم هست و کاملا روی آب مستقیم میفته و خوب حرکت. تعدادی از اسباب بازی های ما فرفره ها بودند. فرفره ها چون گردنده هستند اینا را بهشون ماشین میتونیم اطلاق بکنیم. این یه فرفره کوچکه، یه فرفره خیلی کوچکه، ملاحظه بکنید.
میچرخونمش. این خراتی شده است و من خریدم، دست ساز خودم نیست. ولی این رو ما خودمون با ته قرقره میتونستیم درست کنیم، درست میکردیم اصلا، و یه مداد لاشه، این مداد کوچیکی میذاشتیم دوش و دوش رو فرفره. یه نوع فرفره دیگری بود که با در دیزی میساختیم. وقتی دیزی ها میشکرد، دیزی های گلی بود که قضای پختن، وقتی میشکرد درش رو مادرها میدادن به پسر بچه ها و پسر بچه ها ازش فرفره درست میگردن. ملاحظه بکنید، اینو بهش میگفتیم فرفره درگیزی. فرفره دیگری بود که با در قوری ما بازی میکردیم، تشکیل شده از یک میله چوبی یا فلزی یه در قوری و ایک نخ. ببینیم که طرز کار این چی هست. نخ رو به در گروه بندیم و میکشیم.